خیابانی من دخترانی که برای شهریه دانشگاهشون دم میفروشن یا یه لقمه نوسر سفراشون بیارن میره برای ارسال کمک های مالی که در عراق در افغانستان بتونن بمب ببندن به خودشون 40-50 تا آدم بیگناه رو بکشن. تصور میکنید چند روز این صدا و تصویر بره تو اینا؟ It's for me to know, for you to find out. اما با رد شدن طرح دولتی هدفمند کردن رایانه از سوی مجلس، دولت راهکاری برای تامین کسری بودجه خودش نداره. به همین دلیل وزیر نیروی اون از هم اکنون میگه دولت راهی به جز سهمیه بندی آب و برق نداره. همون آب و برقی که اون هندی زاده آخوند خمینی که روشن فکران ما، اندیشمندان ما از طیف بازرگانش گرفته تا دنبال روهای مصدقش، این همه مغزهای شکوفا زیر عباش رفتن، دست موسیشو کردن، آب و برق را مجانی میکنن. حالا تازه آب و برقمون هم دیگه داره جیره بندی میشه. چرا؟ چون برق ما رو دارن به کشورهای دوروبری میدن که باهاشون بده بسون دارن، پولاش از یه طرق دیگه خارج میشه میره تو حسابای بانکشون. اگه بگیم در چهارشنبه سوری مردم، زمان اینه که صدای خشم و فریاد خودتون رو بزنید. اون یکی تلویزیون دورداری میگه که اون دیوانگانی که میگن مثلا اگر یک موتور مثلا نیروی انتظامی میاد میخواد با پس گردنی با باتون با پنج بوکس بزنن، آقا بیارش پایین باش صحبت بکن. آقا اینا دیوانن. آقا مسالمت‌آمیز بدون خشونت، موقع براندازی نیست، موقع مذاکره است. خشونت نمیخوایم، جنگ مسلحانه نمیخوایم، برخوردهای تند و خشن نمیخوایم، تحریم‌های اقتصادی به بعد ضرر مردم دی بزرگ و کوچیکتون آقا، یا نوچه همینا این، یا نوکر ارباباشونید دیگه. کی به درد و دل این مردم بدبخت برسه؟ کی به درد و دل اون پدری برسه که داره 16-17-18 ساعت کار میکنه، نمیتونه شکم بچه‌هاشو سیر کنه، نمیتونه این شب عیدی لباس رخت و لباس براشون بخره؟ اون وقت طول سگای این آقاها، این آقایون در صدر این حکومت، از رفسنجانیش، از واعظ تبسیش، از خامنه ایش، از بزرگش، از فک و فامیل لاریجانیش، خرازیش، ولایتیش، نمیدونم متکیش، تمام اینهایی که کشور ما رو اشغال کردن، تو چه لفت و لیستی، چه برو بیایی؟ چرا؟ این اشغال نیست؟ بی احترامی میکنه سعید سرکوی، بی احترامی میکنه به روحانیت، توهین میکنه. آقا مردم تو ایران میخوان سر بتنه این روحانیت دولتی نباشه. شکم مردم ما سیر بود وقتی شما روشن فکران به قول خودتون انقلاب کردی. نمیدونستید که آلت دست و بلعمه دست خارجی ها برای یک کودتا هستید، برای نابودی کشور ما هستید، برای حقارت شناسنامه ما هستید، برای اینکه دلار 7 تومن ما 1000 تومن بشه، برای اینکه مردم ما بدبخت بشن، برای اینکه برگردیم به سطح قبل از 100 سال پیش. کشور رو دارن میخورن، روزی 40-50 نفر بچه های ما رو به دار میزنن، زندان ها پره، تو خیابون ها در ملای عام شلاق میزنن، پدر در میارن، میخورن، میبرن. اصلا غیر قابل تصور این بخش مواد مخدری که رژیم داره در سطح کشور ما میکنه، بچه های ما رو نابود کنه، پریش روان کنه، ناامید کنه، دل سرد کنه، به خودکشی بالاش کنه، ناموسمون رو به حراج گذاشته، نفت و گازمون رو حراج گذاشته. منافع ملیمون، فکر منافع ملیمون باشه. هیچ منافع ملی بالاتر از شرف و حیثیت و آبروی یک خانواده ایرانی نیست. اگر اون حفظ نشه منافع ملی وجود نداره.
منافع ملی ما امروز شده بی غیرتی و بی شرافتی و نشستن و نظارگر تاراج کشورمون توسط این کثافت ها هستیم. در برون از مرزهای ایرانمون مردم یه مدتی دلشون رو به این رسانه ها و به این احزاب و به این رهبران سیاسی خوش کردن، بعد دیدن نه تنها بخاری ازشون بر نمیاد، بلکه 30 سال اونها رو عقیمتر، اختتر، ناامیدتر، دلسردتر کردن. 30 سال گذشته در برون از مرز اپوزیسیون سر جای کلاس اول هنوز هی داره نفوذ میشه، هی تجدیدی بیاره تا هم حضر یونیتی رو به هم نزنید. یک هفته بر اون تو ونکوور نشسته، یک هفته بر اون تو لس آنجلس نشسته، 40-50 تا ایمیل جلد دارن، همین حرفا هی تکرار میشه. این شد مبارزه. پس وزیر نیروی رژیم میگه که دولت راهی به جز سهمیه بندی آب و برق نداره. یکی از همین ابلهان به نام فتاح وزیر نیروی دولت احمدی نژاد همچنین میگه که تمام برنامه های دولت بر اساس تصویب طرح هدفمند کردن یارانه ها بوده، اینک با حسب اون باید دولت چاره دیگری بیندیشد. یعنی دولت باید 2/3 بودجه 97,000 میلیارد تومانی خودش رو از محل فروش نفت در میکنه. این کار رو بخواد بکنه و دوزی ها چپا ولا یه دفعه مثلا 20 میلیارد دلار گم شدن و یه دفعه مثلا در طول 3.5 سال 115 میلیارد دلار پولی که تو دولت احمدی نژاد گم شده و اینا رو چیکار بکنه؟ اون خبر رو بلکه تو بسته دیگه، چقدر شکم کارت خودت رو تو 50 نسته دیگه دوزیدت، یک قرونش از گلوتون در خارج از کشور پایینه. من اینو بهتون قول شرافتمندانه میدم، همون ارباباتون که گذاشتن بیاین و بچاپین و خون مردم رو بریزین بفرستین، همون موقع به موقعش وقتی بخواد تبر بیاد وسط فرزند همش فریز میشه. باز این مردم منن که چوب خوردن. یعنی دولت باید 2/3 بودجه 97,000 میلیارد تومانی خودش رو از محل فروش نفت تامین کنه و با توجه به پایین بودن قیمت نفت، کارشناسان میگن دولت قادر خواهد بود تنها 30 میلیارد تومان اون رو تامین کنه. 97,000 میلیارد تومان کجا؟ 30 میلیارد تومان کجا؟ و این مابقی 65,000 میلیارد تومان چگونه باید تامین بشه؟ خود جای فرصش بزرگی داره. بی خود نیست بلبلان درخت نارگیل نشستن دستشون رو بردن به طرف همون اللهشون که نمایندش رو زمین هستن. آقا این آقای اوباما یه چطوری بشه؟ ما بعد از 30 سال مرگ بر آمریکا گفتن و 30 سال تازیانه به تن این ملت با امپریالیست آمریکا و مرگ بر آمریکا، حالا اینقدر پر روان مذاکره کردیم به نفع اسلامه که با امپریالیست کنار بیاد. به همین دلیل دولت سعی داشت، دولت اشغالگر سعی داشت تا با حذف رایانه ها برای خودش چیزی حدود 9000 میلیارد تومان درآمد بسازه، اما با حذف رایانه کالاهای اساسی قیمت ها به سرعت بالا رفتن و تنها در بخش انرژی قیمت بنزین برای مردم بیگناه ایران 4 برابر، قیمت گاز 7 برابر، قیمت برق 5 برابر. به هر کجا بدی از صحرای کربلا اینا سر در میاری، خونه، جنایت، تاراج مردمه. مردمی که هم اکنون بیش از 60 میلیونشون برای تامین معاش روزانه خودشون دچار مشکل هستن، اجاره خونهشون رو نمیتونن بدن. در صورت به وقوع پیوستن چنین اتفاقی بسیاری از آنان از هستی ساقط خواهند شد. هشدار وزیر نیروی دولت هزار تیر احمدی نژاد به این معنی است که دولت درمانده از هم اکنون راه سختگیری بر مردم را پیش گرفته، تحت فشار قرار دادن مردم به دلیل درماندگی و ناتوانی